سلام وقتتون بخیر فرام عزیز هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم این کتاب مخصوص همه رشته های ریاضی تجربی و انسانی هست برای دیدن آموزش همه قسمت های این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و در اونجا آموزش کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم رو انتخاب کنید و همه آموزش ای های این کتاب رو اونجا تماشا کنید خب بریم به بررسی درس امروز رو پردازیم فقط قبل از شروع درس اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید سوالات و نظرات خودتون رو هم در قسمت کامنت بنویسید خب امروز ما به بررسی قسمت دوم گرامر درس دوم از پایه دوازدهم بپردازیم همونطور که میدونید درس دوم گرامر درس دوم شامل دو قسمته قسمت اولش جمله های وصفی یا زمایر مصولی هست و قسمت دوم گرامر درباره جملات شرطی نوع دوم هست در این ویدیو میخوایم به بررسی شرطی نوع دوم بپردازیم من سعی کردم تمام نکات مربوط به شرطی نوع دوم رو در این فیلم برای شما آماده کنم همچنین نمونه سالات مختلف امتحان نهایی رو هم با هم دیگه بررسی خواهیم کرد خب حالا جملات شرطی به انگلیسی این میشه conditional sentences حالا جملات شرطی نو دوم میشه کندیشنال سنتنسز تایپ 2 اصلا جمله شرطی چیه جملاتی که بیان کننده یک شرط باشن رو میگیم جمله شرطی مثلا من میگم که اگه درس بخونی پیشرفت میکنی دارم شرط میذارم اگه درس بخونی برات هدیه میخرم خب ما اینجا داریم یک شرطی میذاریم حالا تو زبان انگلیسی جملات شرطی به چهار دسته تقسیم میشن جملات شرطی نو اول نو دوم دو نو سوم و نو سفرم ما در پایه دوازدهم فقط شرطی نو دوم رو بررسی میکنیم حالا بسته به اون شرطی که میذاریم اون شرط واقعی باشه یا غیر واقعی باشه مربوط باشه به زمان حال یا گذشته در زبان انگلیسی این شرطی رو به چهار دسته تقسیم میشن حالا ما میخوایم فقط به بررسی شرطی نوع دوم بپردازیم خب آقا شرطی نوع دوم چیه اگه اون شرطی که میذاری اگه اون شرطی رو که میخوای بگی یه شرط غیر واقعی و غیر ممکن باشه یه شرط خیالی باشه به شرطی نوع دوم دو مثلا من میگم که اگه بال داشتم پرواز میکردم خب این شرطی که من گذاشتم شرط من چه بال داشتن خب آیا من هیچ وقت بال خواهم داشت خب نه هرگز من بال نخواهم داشت یه شرط غیر واقعیه غیر ممکن خیالیه امکان رخدادش نیست چون این شرط خیالی و غیر ممکنه به این میگیم شرطی نوع دوم دو خب حالا به این مثال دقت کنید If I had wings I would fly اگه من بال داشتم پرواز میکردم نشونه جملات شرطی کلمه ایف هست ایف یعنی اگر خب این الان شرط غیر واقعی امکان رخ دادنش نیست پس میشه شرطی نوع دوم مثال بعدی if 10 million, the world. میگه اگه او 10 میلیون دلار داشت دور جهان سفر میکرد یعنی ده میلیون دلار الان نداره حالا بریم سراغ ساختار شرطی نوع دوم خب جملات شرطی نو دوم از دو تا جمله واره تشکیل میشن جمله شرط و جواب شرط حالا تو کتاب گرامری جمله شرط رو میگن if clause و جواب شرط رو میگن main clause به این مثال دقت کنید if I had wings I would fly اگه من بال داشتم پرواز میکردم خب ببینید بچه از if تا کاما رو بهش میگیم جمله شرط به عبارتی جمله ای که بعد از ایف شروع میشه رو بهش میگیم جمله شرط اون چیزی که باقی میمونه رو بهش میگیم جواب شرط پس از, از ایف تا کاما میشه جمله شرط اون چیزی که باقی میمونه رو بهش میگیم جواب شرط حالا این جمله شرط و جواب شرط یه سری ویژگی هایی دارن یه ساختارهایی دارن که ما باید این ساختارها رو بلد باشیم خب آقا ساختار جمله شرط چیه ما میگیم که زمان جمله شرط باید گذشته ساده باشه و باز برگشتیم به ما پس زمان ها زمان گذشته ساده رو شما در پایه سوم راهنمایی خوند اگر بنا به هر دلیلی یادتون رفته حتما زمان گذشته ساده رو مرور کنید خب آقا الان شما میگید که زمان جمله شرط باید گذشته ساده باشه یعنی چه آقا گذشته ساده باشه وقتی میگیم زمان جمله شرط گذشته ساده است یعنی ما باید از شکل دوم فعل استفاده کنیم یادتونو ما گفتیم که فعل ها سه شکل دارن شکل اول شکل دوم و شکل سوم ما در زمان گذشته ساده از شکل دوم افعال استفاده می کنیم مثلا تو همین مثال دقت کنید if i had wings اگه من بال داشتم فعل ما اینجا چیه هد در واقع شکل اول حد میشه هاو هاو یعنی داشتن شکل دومش میشه هد ما در شرطی نو دوم در قسمت جمله شرط باید از شکل دوم فعل استفاده کنیم خب الان ممکنه این سال در ذهنت پیش بیاد که آقا ما شکل دوم افعال رو چطوری بنویسیم خب ببینید بچه ها اگه یه فعلی به شما دادن و شما خواستید شکل دوم اون فعل رو بنویسید دو حالت وجود داره اگه فعل شما با قاعده بود که بیشتر افعال هم با قاعده هستن شما کافیه با آخر فعل ایدی اضافه کنید مثلا work یعنی کار کردن بخوایم شکل دومش رو بنویسیم کافیه آخرش ایدی اضافه کنیم شکل دومش میشه worked walk میشه walked talk میشه talked invent میشه invented همونطور که اینجا مشاهده میکنید برای ساختن شکل دوم این افعال آخرشون چی اضافه کردیم؟ ایدی اضافه کردیم به این افعال میگیم افعال با قاعده. اما یه سری افعال هستن این افعال رو بهش میگیم افعال بی این افعال بیقاعده وقتی که میخوایم شکل دومشون رو بنویسیم از قاعده ایدی پیروی نمیکنند شکل دوم این افعال رو باید حفظ کنیم صفحات آخر کتابتون لیست افعال بیقاعده رو برای شما آورده که شما باید هم شکل دوم و هم شکل سوم این افعال رو حتما حفظ کنید خب به این مثال دقت کنید گو یعنی رفتن شکل دومش همون شکل گذشتهش میشه went بریک میشه شکستن شکل دومش میشه broke. وین یعنی برنده شدن شکل دومش دو میشه وان گیف میشه gave اینا هر که میبینید از قاعده خاصی پیروی نمی کنن برای اینکه به شکل دوم دو تبدیل بشن لیست افعال بی که آخری کتابتون هست اینا رو حتما باید بلد باشید اگه اینا بلد نباشید واقعا نمیتونید بعضی از سوالای گرامری رو حل کنید حالا برگردیم سراغ ساختار جملات شرطی نو دوم دو گفتیم که جمله شرط زمانش باید گذشته باشه آقا یعنی چی گذشته یعنی باید از شکل دوم دو فعل استفاده کنیم ما با فعل سر کار داریم حالا آقا جواب شرط چه ساختاری داره ساختار جواب شرط راحت تره در جواب شرط ما بعد از فائل فعل کمکی وود رو میاریم بچه اون الش خونده نمیشه وود ما این فعل کمکی وود رو میاریم بعد از فعل کمکی وود هم باید از شکل اول فعل یا شکل ساده فعل استفاده کنیم به این مثال دقت کنید I would fly. این وود که میشه فعل کمکی مدال فلای هم یعنی پرواز کردن این شکل ساده فعله آقا یعنی چه شکل ساده فعل یعنی آخر فعل آی نیاد آخر فعل ایدی اضافه نکنیم آخر فعل s و یا ای اس هم اضافه نکنیم خب اینو در ذهن داشته باشید پنج تا نکته هست بعد از بررسی نکات میریم و نمونه سالم تا نهایی رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم حالا بریم سراغ نکته شماره یک ببینید بچه‌ها شکل مخفف وود رو به این صورت می‌نویسن مخفف آی وود میشه آید مخفف وی وود میشه وید مخفف شی وود میشه شید مخفف هی وود میشه هید بچه این دی میتونه مخفف حد هم باشه که در درس سوم زمان ماضی بعید رو که درس دادم اونجا بهتون میگم که چه زمانی این دی مخفف وود هست چه زمانی مخفف حد هست حالا شما تا اینجا بدونید که اینجا دی میتونه مخفف وود باشه به این مثال هم دقت کنیم If he had time he travel اگه وقتاش سفر میکرد He travel هم میتونیم بگیم He travel هم میتونیم بگیم, میتونی بگیم he would travel حالا نکته شماره دو نکته شماره دو میگه که میتونیم جای جمله شرط و جواب شرط رو عوض کنیم الان نگاه کنید به این مثال If I had wings I would fly از این if تا کاما میشه جمله شرط اینجا هم میشه جواب شرط حالا ما میتونیم جای جمله شرط و جواب شرط رو عوض کنیم هیچ تغییری در معنی ایجاد نمیشه میتونیم بگیم I would fly if I had wings پرواز میکردم اگه بال داشتم فقط یه نکته بگم اگر جمله شرط اول بیاد باید بعد از جمله شرط حتما یه کاما بذاریم اما اگه جواب شرط اول بیاد کاما نمیذاریم و اما نکته شماره سه ما گفتیم که در جواب شرط باید از فعل کمکی would استفاده کنیم حالا علاوه بر فعل کمکی وود میتونیم از افعال کمکی کود و یا might هم استفاده کنیم کود یعنی توانستن مایت یعنی ممکن بودن تو این مثال ما اومدیم در جواب شرط از فعل کمکی وود استفاده کردیم که ترجمهش هم میشه این اگه بال داشتم پرواز میکردم حالا ما میتونیم این وود رو برداریم به جاش کود بذاریم که به این صورت میشه اگه بال داشتم میتونستم پرواز کنم اینجا دیگه معنیش یه دونه میتونستم اضافه میکنیم ببینید مثال بالایی اگه بال داشتم پرواز میکردم مثال پایینی اگه بال داشتم میتونستم پرواز کنم حالا ما میتونیم به جای could might هم بذاریم if I had wings اگه بال داشتم I might fly من ممکن بود پرواز کنم پس در شرطی نو دوم علاوه بر بود میتونیم از کود و یا مایت هم استفاده کنیم. و اما نکته شماره چار که خیلی هم مهم هست در امتحان نهایی هم یک سوال از این نکته آورده بود ببینید بچه در شرطی نوع دوم در قسمت جمله شرط اگه گذینه هاتون واز و یا ور بود از ور استفاده کنید حتما این واز یعنی بود ور یعنی بودند اگه فائل ما مفرد باشه از واز استفاده میکنیم مثلا I was یعنی من بودم He was یعنی او بود She was او بود It was آن بود اگه فاعل مفرد باشه قاعدتا ما باید از واز استفاده کنیم و اگه فائل جمع باشه ما باید از ور استفاده می کنیم مثلا دی، یو و وی ما باید از ور استفاده کنیم اما در شرطی نو دوم در قسمت جمله شرط اگه فعلمون واز و ور بود توی گزینه ها ما کاری نداریم فائلمون جمع باشه یا مفرد باشه برای همه فائل ها از ور استفاده می کنیم به این مثال دقت کنید خب اینجا گفته if he here he would be happy اگه اینجا بود خوشحال بود الان اینجا گزینه هامون واز و were هست فاعل جمله شرط چیه هی هست هی مفرده قاعدتا باید باهاش واز بیاریم اما در شرطی نو دوم در قسمت جمله شرط کاری نداریم فاعلمون مفرد و جمع باشه برای همه فاعل ها از where استفاده کنیم حالا نکته شماره پنج برای سوالی کردن شرطی نو دوم ما میاییم از جواب شرط استفاده میکنیم کاری با جمله شرط نداریم که در این صورت چی کار میکنیم؟ جای فائل و افعال کمکی وود، کود و یا مایت رو عوض میکنیم به این مثال دقت کنید If he had time, he would travel اگه وقت داشت سفر میکرد پرس کنید میخوایم این جمله رو سوالی کنیم بگیم که آیا اگه اون وقت داشت سفر میکرد خب برای سوالی کردن شرطی دوم میایم جواب شرط توی جواب شرط فاعل و فعل کمکی رو مشخص میکنیم الان فاعلمون چیه هی هست فعل کمکیمون چیه وود هست بعد میایم جای فاعل و اون فعل کمکی رو عوض میکنیم که به این صورت میشه would he travel if he had time اگه وقتاش سفر میکرد اومدیم جواب شرط رو گذاشیم اول جمله شرط رو گذاشتیم دوم فقط در جواب شرط جای فاعل و فعل کمکی رو عوض کردیم حالا اینجا در جواب شرط اگه فعل کمکیمون کود بود خب جای کود و فایل رو عوض می کردیم اگه مایت بود جای مایت و فایل رو عوض می کردیم خب این هم از نکات شرطی نوع دوم حالا بریم به بررسی نمونه سوالات بپردازیم خب نمونه سوال شماره یک شکل صحیح افعال داخل پرانتز را بنویسید داخل پرانتز به ما دو تا فعل داده تو give و تو sell بچه این تویی که داخل پرانتز نوشته اونو اصلا اون اصلا در نظر نگیرید فرق اصلا وجود نداره خب سال اول دقت کنید توی امتحان نهایی سال رو باید خونی متوجه بشی به کدومی که از گرامه های پای دوازه مربوطه همون ابتدای جمله کلمه اف رو میبینیم If we found 200 dollars we to the police station اگه ما 200 دلار پیدا میکردیم ما اون رو به اسکای پلیس میدادیم اینجا با توجه به کلمه ایف یه جمله شرطیه اگه توی جمله کلمه ایف بود جمله شرط و جواب شرطش رو مشخص کنید الان از این ایف تا کاما میشه جمله شرط اینجا میشه چی جواب شرط همونطوری که اینجا مشاهده میکنید سال امتحان جمله شرط رو به ما داده در جواب شرط جای خالی میبینیم اگه جواب شرط رو به ما نداده بود چیکار میکنیم یه دونه وود میذاریم در جای خالی بعد از وود اون فعل داخل پرانتز رو بدون تغییر می نویسیم پس پاسخ میشه would give پس توی امتحان نهایی اگه جواب شرط رو به شما نداده بودن اگه فعل جواب شرط رو به شما نداده بودن توی جای خالی یه دونه would بذار بعدش فعل داخل پرانتز هم اصلا تغییرش نده اون رو بذار بعد بود مثال بعدی If I were you I the old house اگه جات بودم خونه قدیمی رو می فروختم. توی پرانتز سلم یعنی فروختن خب ما اینجا چون کلمه ایف رو داریم میفهمیم که این جمله شرطیه پای دوازدهم که فقط شرطی نو رو بررسی کرده میایم جمله شرط و جواب شرطش رو مشخص میکنیم نکته گفتم اگه جواب شرط رو به ما نداده بودن اگه فعل جواب شرط رو به ما نداده بودن یه دونه وود میذاریم بعد از وود هم شکل ساده فعل رو همون فعل داخل پرانتز رو بدون تغییر می‌نویسیم خب تو این مثال شماره یک و دو جواب شرط رو به ما نداده بودن حالا اگه جمله شرط رو به ما ندادن چه کار کنیم؟ به این مثال دقت کنیم If he asked sooner we would choose a better gift to buy خب توی پرانتز نوشته tell یعنی گفتن معنی جمله این میشه اگه او به ما زودتر گفته بود ما یه هدیه بهتر برای خریدن انتخاب میکردیم اینجا چون کلمه ایف داره ما سریع جمله شرط و جواب شرطش رو مشخص میکنیم برخلاف مثال های قبلی اینجا جواب شرط رو به ما داده جمله شرط رو به ما نداده اگه توی امتحان نهایی فعل جمله شرط رو به شما نداده بود شما چکار کنید کافیه که بیای شکل دوم فعل داخل پرانتز رو بنویسی خب حالا برمیگردیم همون نکتهی که در ابتدای فیلم گفتم برای اینکه شکل دوم فعل رو بنویسی اگه فعلت باقاعده باشه آخرش ایدی میدی اگه بیقاعده باشه باید حفظش کنی خب شما باید اون لیست افعال بیقاعده رو که کمتر هستن رو حفظ کنید کامل هر چیزی غیر از اونها میشه باقاعده خب الان این تل یه فعل بیقاعده از شکل دومش میشه تولد. پس یادداشت کنید اگر جمله شرط رو به شما نداده بودن شما شکل گذشته یا شکل دوم فعل داخل پرانتز رو بنویسین. مثال بعدی They would travel all over the world if they rich اونا اگه پولدار بودن به همه جهان سفر میکردن خب ما اینجا کلمه ایف رو داریم جمله شرط و جواب شرط مشخص میکنیم جواب شرط که به ما داده جمله شرط رو به ما نداده وقتی که جمله شرط رو به ما نده ما باید شکل دوم فعل داخل پرانتز رو بنویسیم شکل دوم بی میشه واز و یا و که در یکی از نکات گفتم که در شرط این دوم در قسمت جمله شرط جمله شرط ها بین واز و ور همیشه ور رو انتخاب میکنیم حالا به این سراغ نمونه سال شماره دو که چهار هست سال نهایی خوردار 1400 هست گفته I don't have a good job and cannot earn enough money بعد شخص بی بهش گفته If you had a good job اگه شغل خوبی داشتی You a lot of money میتونستی سی پول زیادی به دست بیاری خب ببین اینجا کلمه ایف هست کلمه ایف رو مشاهده کردید جمله شرط و جواب شرطش رو مشخص کنید جمله شرط رو که به ما داده جواب شرط رو به ما نداده اگه جواب شرط رو به ما نداده بود توی گذینه ها دنبال فعل های کمکی وود کود و یا مایت میگردیم بعد از وود و کود و مایت هم باید شکل ساده فعل بیاد الان گزینه ای هیچ کدوم از این سفل کمکی رو نداره گزینه بی و هم نداره پاسخ میشه گزینه ای. گفتی کود اومده بعدش هم که فعل ارن اومده ارن یعنی به دست آوردن یا کسب کردن خب مثال بعدی رو دقت کنید اینجا هم باز ما یه جمله شرطی داریم از این if تا آخر میشه جمله شرط اینجا میشه جواب شرط جواب شرط رو به ما داده جمله شرط رو به ما نداده اگه جمله شرط رو به ما نداده باشه توی گزینه ها میگردیم دنبال شکل دوم فعل فعل ما چیه نیا کنید توی همه گزینه ها هست استادی، توی همه گزینه‌ها تکرار شده خب استادی فعل با قاعده هست که شکل دومش میشه استدید آخرش ایدی اضافه میکنیم کدوم گزینه استادید داره گزینه C که نداره گزینه دی هم که نداره میونه گزینه A و گزینه بی گزینه بی فعل ایدی داره گزینه A ای هم ایدی داره پاسخ ما میشه گزینه بی آقا چرا گزینه A نمیشه اگه قبل از فعلی که ایدی بگیره هو و یا هز بیاد زمان جمله میشه حال کامل که ما در شرطیان نو با حال کامل سر کار نداریم بریم سراغ نمونه سوال شماره 3 با کلمات داده شده جمله صحیح بنویسید خب شما برای حل این سال اول باید کلمات رو بخونید و در قدم اول متوجه بشید که به کدام یکی از گرامل های پایه دوازه ها مربوطه بعد معنی کلمات رو بدونید اول فارسیش رو متوجه بشید و طبق اون ساختارها جمله رو بنویسید اینجا رو دقت کنید ما اینجا کلمه ایف رو می‌بینیم اگه کلمه ای بود از این فرمول استفاده کنید برای اینکه بتونید با این کلمات جمله بنویسید این ساختار رو داشته باشید if بعدش بعد فاعل بیاد بعدش بعد شکل دوم فعل بیاد بعدش ادامه جمله این میشه جمله شرط در جواب شرط هم اول فاعل میاریم بعدش وود بعدش هم شکل ساده فعل بعدش هم ادامه جمله الان نگاه کنید اینجا دکار، ماشین و at home یعنی در خونه بود if یعنی اگر هی یعنی او کود فیکس یعنی میتونه تعمیر کنه جانم که اسم شخصه خب به این صورت میشه اگه جان خونه بود میتونست ماشین رو تعمیر کنه طبق این فرمول ما آمدیم نوشیم بعد از ایف اومدیم فعال رو گذاشتیم بعد ور شکل گذشته یا شکل دوم فعله ایف جان ورد هم الان جمله شرط ما تکمیل شد حالا میریم سراغ جواب شرط در جواب شرط اول فایل رو میاریم فاعل ما که هی هست بعدش فعل کمکی وود کود و یا مایت بعد شکل ساده فعل بعدش هم ادامه جمله نکود فیکسته کار این میشه جمله شرط این هم میشه جواب شرط حالا بچه ها نهایی خورداد 1401 اومده شرطی نو دوم رو داده ولی علامت سال هم پایانش میبینید اگه آخرش علامت سال بود شما اول جواب شرط رو بنویسید بعد جمله شرط رو بنویسید فقط در جواب شرط جای فاعل و فعل کمکی وود و کدومایت باید عوض بشه خب اول اینجا کلمه پرسشی وات رو میبینیم کلمه پرسشی وات که میاد اون رو میذاریم اول جمله بعد از کلمه پرسشی وود رو میذاریم بعدش فائل رو میذاریم بعدش شکل ساده فعل به این صورت میشه What would you do? بعدش جمله شرط رو جمله شرط چیه؟ اول ایف رو میذاریم بعدش فائل رو میذاریم بعدش هم شکل گذشته فعل به این صورت میشه What would you do if it weren't raining اگه بارونی نبود چی کار میکردی پس اگه علامت سوال بود اول کلمه پرسشی رو میذارید بعدش فعل کمکی بعدش فاعل بعد شکل ساده فعل بعدش هم که جمله شرط رو مینویسید و اما آخرین نمونه سوال گفته جملات زیر رو کامل کنید اینجا جمله شرط رو به شما داده در هر دو مثال شما باید جواب شرط رو بنویسید برای اینکه جواب شرط رو بنویسید اول فاعل می‌نویسید بعدش وود بعدش یه فعلی خودتون انتخاب می‌کنید و بعدش هم ادامه جمله مثلا if i had wings اگه بال داشتم i would fly یا مثال دوم if i had a lot of money اگه پول زیادی داشتم i would travel around the world دور جهان سفر می‌کردم خب اینم از جملات شرطی نو دوم به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم امیدوارم که تو مفید بوده باشه با آرزوی موفقیت برای همه شما دانش آموزان عزیز